بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از ریاضی صنف هشتم به ادامه درس قبلی. این بار تحت عنوان حل تمرین امی سوالات را که از مکعب و مکعب مستطیل اینا کار کردیم، سوالاتش یعنی تمرین صفحه 142 عزیز. حل تمرین صفحه 140 این دوست عزیز، حل تمرین صفحه 140 که با حل از این تمرین دوستای عزیز دیگه سوالات را که خواندیم انشاءالله کدام مشکلی براتون پیش نمه، تکمیل میشه دیگه درس، هم در صحیح عملی زندگی با دردتون میخوره استفاده میکنین و هم در مسائل مکتبتون. ببین سوال اولش که در زندگی عملی با آدم برمیخوره، میگه طول یک سنگکاری یک دیوار، طول سنگکاری یک دیوار 60 سانتی متر طولش، طول مثلا میگیرین به ال 60 سانتی متر. خب دیگه چی؟ دیگه عرضش 30 سانتی متر، دبلیو 30 سانتی متر این عرضش، و ارتفاعش 120 سانتی متر، بلندی دیوال 120 سانتی متر. خب چی خواسته شده؟ حجمش به سانتی متر مکعب، وی مساوی است حجم. حجم سوالیه. ما دوست عزیز قبلا گفته بودیم که مکعب دیوار خودش یک مکعب مستطیل است. دیوار چی است دوست عزیز؟ یک مکعب مستطیل. اینال حجم مکعب مستطیل فرمولش چی بود؟ L ضرب W ضرب H، عرصی بود که ضرب بخوره. V مساوی است L چند سانتی متر؟ 60 ضرب W 30 سانتی متر ضرب دیگهش 120. از اینجا وی مساویس دوست عزیز 6 3 18 ضرب 12، 18 را که ضرب 12 کنیم 2 8 16 سل بر 1 2 1 2 1 3 1 8 8 1 هم خودش ای 6 3 و 8 11 سل بر 1 1 و 1 2 202 16 چند تا سانتی متر است؟ 1 دانه 2 دانه 3 دانه. سانتیمتر خودش توانایشان چی هست دوست عزیز؟ 1 در ضرب قاعده، یک قاعده باشه توانا جمع میشه، 1 و 1 2 2 1 3 216 سانتیمتر مکعب حجم همین دیوال است دوست عزیز. این در زندگی عملی همین تو کار میشه، طول دیوال قدر، عرضش قدر، بلندیش قدر، تو بگو که حجم همین دیوال چقدر است یا چقدر خشت. یک سوال حل کردیم، چقدر خشت دهی با کار میره که اگر اندازه خشت طول و عرض و بلندیشه برای ما بتن گپاییست که در زندگی عملی آدم سوال به او بر میخوره. این سوال اولش بود دوست عزیز. بریم سر سوال دومش. سوال دوم، در سوال دومی رقم است که اگر طول و عرض و ارتفاع یک مکعب 3 برابر شود حجمش چند برابر میشه؟ خب بین یک دفعه حل میکنیم، بعد رو باز قضاوت میکنیم. اول طول و عرض چی گفته؟ یک مکعب، مکعب با هم مساوی است دوست عزیز. یک بود میگیریم، یک بودش مثلا ای باشه 2 سانتی متر. خب حجمش چقدر خود بود دوست عزیز؟ حجم مکعب یاد دارین؟ فرمولشه وی مساوی است با ای مکعب. از یه وی مساویست ایواز ای میگیریم 2 سانتیمتر با توان 3. خب یاد دارین دیگه وی مساویست 2 با توان 3 مانا میتونه که 2 ضرب 2 3 دفعه، سانتیمتر هم 3 دفعه، سانتیمتر ضرب سانتیمتر ضرب سانتیمتر. وی مساویست 2 دو 4 4 دو 8 3 دفعه که سانتیمتر ضرب بخوره قاعده چی هست؟ یک قاعده توانو جمع میشه 1 و 1 2 2 و 1 3. خب این سانتیمتر مکعب، حالا ما چی میکنیم؟ میگه اگر 3 چند شوه این رو خود دیدیم که حجمش چند بار آمد؟ 8 سانتیمتر مکعب. یک یاد داشت بشه خود میگیریم، در صورتی که یک بودش
دو سانتی متر باشه، حجمش 8 سانتی متر مکعب است. حالا سه چند میکنیم؟ ای را ضرب سه میکنیم، سه ضرب دو سانتی متر، ای مسیح میشه 36 سانتی متر. این حال حجمش میبینیم، ای مکعب از اینجا وی مسیح 6 به توان 3 دیگه به حساب. خب وی مسیح 6 به توان 3، 6 ضرب 6 ضرب 6 وی مسیح 66 36 36 یک ضرب 6 کنیم مسیح میشه 66 36 حاصل 3 6 3 18 18 و 3 21 216 سانتی متر مکعب. اینو رو ببینیم که 216 امرای 8 چی ارتباط داره؟ 216 را تقسیم 8 میکنیم. خب 2 8 16 دو سایدیست چند باقی ماند؟ 11 که 6 برای 5. خب چی را پار میکنیم؟ 6 هم 7 8 56. خیلی وقتی که یک بودش 3 چند شود، حجمش 27 چند میشه دو سایدیست؟ حجمش چی میشه؟ 27 چند. چرا که 216 7 چند 8 است، 27 چند 8 است، 216 27 چند 8 است. یعنی اگر یک بود مکعب 3 چند شود، حجمش 27 چند میشه دوستان، 27 چند. انشالله که ایران مفهوم میشه دوستان عزیز ما فهمید. سعیست برین که یک سوال دیگه شما براتون حل کنیم. سوال سیومش دوستان عزیز یک شکل داده برای ما به این شکل. بایش خواه این را داده برای ما ایناله در اینجا ارتفاعش داده دو سانتی متر، عرضش داده سه سانتی متر از یه تا اینجا را و ایش هم داده طولش چهار سانتی. چیش خواسته شده دوست عزیز؟ مساحت کلی و حجمش گفته پیدا کنیم. خب مساحت کلیش نکو دوست عزیز یادتان است ای مساویس دو ضربه، هر کدامش یک دفعه ضرب شده دو ضرب سه، دو ضرب سه جمع سه ضرب شده. چون دو دفعه ضرب شده بخاطر که اینی مستطیل که پیداره مقابلش هم یک دانه است و ای دو تا که ضرب شد مقابلش هم یک دانه است و همین قسم ای دو تا که ضرب شد خب ای که ضرب از ای ضرب شد مقابلش هم یک دانه است، درست؟ دو دفعه ای. خب دو ضرب سه جمع سه ضرب چار، سه ضرب چار جمع دو ضرب چار، هر کدامیش طول و عرضش ضرب شود که مستطیلش پیدا شود بازی که چرا ضرب دو کده که مقابلش هم یک دانه است که شود شش دانه یا خود سه دانه شد دیگه، نه یک دانه دو دانه سه دانه، سه دانه سه دانه مقابلش که شش دانه که مکعب مستطیل شود. انشاءالله فهمیدین دیگه یا تانست همون فرمول بیترونی ای مساویس دو ضربه ال ضربه دبلیو جمع اچ ضربه دبلیو جمع ال ضربه اچ، این فرمول بود. اینجا دیگه راستان براتون قیمت ماندیم که کار آسان شود، درست؟ خب این را بیاییم دوستای عزیز که این را ضرب کنیم که جواب برای ای مساویس دو خودش دو سی شش جمع سی چار دوازده جمع دو چار اشت. از اینجا ای مساویس دو خودش دوازده و اشت بیست بیست شش، از اینجا مساوی میشه دو شش دوازده سل بر یک، دو دو چار یک پنج، پنجا و دو چون مساحت است سانتی متر مربع. پس مساحت این همین مکعب مستطیل ما چند شد؟ 52 سانتی متر مربع دوست عزیز. خب چی باقی من؟ حجمش. بیاییم که حجمش هم برتان پیدا کنیم. حجم مکعب مستطیل چی بود؟ L ضرب W ضرب H یعنی طول ضرب عرض ضرب ارتفاع. طول چند است؟ 4. ضرب عرضش 3. ارتفاع چند؟ دو. پس ببخشین عجب وی مساویس و ایناله چار سی دوازه دو دوازه بیست و چار چند دفعه سانتیمتر ضرب خورده؟ سه دفعه، سه کنین
باشین که میره خوبتر نشه کنم براتون که همیان بند نمونیم. طولش 4 سانتی متر، 1 سانتی متر. عرضش چند سانتی متر؟ 3 سانتی متر. ارتفاعش چند؟ 2 سانتی متر. کمی واحداتش هم ضرب بخورم. وی مساوی است 4 3 12 2 12 24. چند دفعه سانتی متر ضرب خورد؟ 3 دفعه. ضرب که بخوره قاعده که 1 سانتی متر توانا جمع میشه 1 1 2 2 1 3. این حجم مکعب مستطیل چند شد دوست عزیز؟ 24 سانتی متر مکعب. این سوالی بود که یک شکل برای ما شما داده بود و ما براتون را حل کنم. خب بریم سوال آخریش و آخرش چیست؟ آخرش میگه که اگر طول و عرض و ارتفاع یک مکعب را دو برابر کنیم. بود مکعب است یک بود دارد اگر در قطرش چی تغییر می؟ مکعب یک بود داره. ای میگیریم یک بود. چرا یک بود؟ که طول و عرض و ارتفاعش مساوی است از مکعب. مربع است دیگه، هر رویش مربع است. مربع خود زولا از رویش چهار طرف با هم چه است؟ مساوی است. خب یک بودش که چند باشه؟ چند؟ گفته دو برابر کنیم. خب خود ما یک قیمت میگیریم. یک بودش 3 سانتی متر باشه. اول قطر زیر پیدا میکنیم. دی مساوی است ای جذر سه. همین قطر مکعب بود. درست است نی؟ خیلی دی مساوی میشه. ایوازی ای قیمت چه بگیریم؟ سی بین برزی که جواب خوبش برای جواب خوبش برای که مشکلش پیش نبره که جذریوم نبره. دو جذر سه سانتی متر میگیریم. چه گفتین؟ اینال ای رو ببینید. دو جذر سه ضرب ایوازی ای قیمت چه بگیریم؟ جذر سه در فرمول هم داره بینه یک عدد پوره مهی دی مساویس خود دو خودش ضرب سه ضرب سه جذر نو از یه دی مساویس دو ضرب جذر رو چند است؟ سه. دو سه شش سانتی متر. اینا اینا رو گفته که امو یک بود دو چند بسازیم. ای رو دو چند کنیم دو سه عزیز. خب ای رو که دو چند کنیم امی ای رو چی میشه؟ دو دو چهار جذر سه سانتی متر میشه. دیدین؟ اینا رو ای رو قطرش پیدا میکنیم. این خوب علامت شش. این رو یادداشت پیش خود بگیریم. اینا رو دو چند ساختیم میره؟ دو چند ساختیم؟ دو دو چهار. چهار جزرسی یعنی دو دانه جزرسی سی در ساختیم چهار دانه جزرسی. این حال قطر زیر سه کنیم ای جزرسی دی مساویس ایواز این قیمتش چهار جزرسی ضرب جزرسی از یه دی مساویس چهار ضرب سی سی نو جزر نو رو باز میگیریم دی مساویس چهار ضرب جزر نو چند دانه آمد؟ سه. خب درست است نی؟ 4 سه 12 سانتی متر. دیدین دوستای عزیز که وقتی ما یک بودش دو چند ساختیم پیشتر 6 بود دیگه نی؟ 6 سانتی متر شد آله 12 سانتی متر شد. چقدر 12؟ این خیلی از این معلوم میشه که اگر یک بودش دو چند بسادیم قطرش هم دو چند میشه. قطرش هم چی میشه دوستای عزیز؟ دو چند میشه. این درس حل تمرین بود که امشالا دیگه هم کدام مشکل پیش نمیاد. حالا یک سوال هم براتون نشان میکنیم. همین تمرین صفحه چند از دوست عزیز یک سوالش باقی مانده مورم کار کنین. از تمرین صفحه 140 سوال باقی مانده شه با عنوان فعالیت صنفی سوال باقی مانده آن را کار کنین دوست عزیز. انشالله دیگه کدام مشکل براتون پیش نخواهد آمد. تشکر از توجهتان. تا ساعت دیگی که در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم شما را به خداوند یکتایی به همتا می‌سپاریم.